این قصه علی، صمد و نادیا است. آنها باشندگان قریه در افغانستانند و عاشق بازی می باشند. آنها مجبور شدند به دلیل جنگ قریهشان را ترک کنند. سلاح‌ها و مواد انفجاری استفاده شده بودند و ماندن در آنجا دیگر مسئول نبود. آنها پشت قریه و دوستانشان بسیار دق شده بودند. حالا جنگ ختم شده است و فامیلشان پس به قریه خود بازگشته است. اطفال برای رفتن به خانه بسیار هیجانی بودند، اما وقت به قریهشان رسیدند، دیدن خانهشان به اثر جنگ تخریب شده است. همسایگان گفتند تا وقتی که تیمهای ماینپاکی برای اطمینان از مسئول بودند، خانهشان را پاک نکردند، اجازه داخل شدن به خانه را ندارند. بزرگان قریه به اطفال خبر دادند که در بعض ساحات قریه بازی نکنند. میدانید چرا؟ درست است. جنگجویان سلاح‌ها و ماین‌های زمینی از خود به جا گذاشتند. با آنها مواد منفجره باقی مانده از جنگ گفته می شود. اطفال ممکن به اثر این مواد منفجر ناشده شدیداً زخمی و یا معلول گردند. آیا می توانید کدام علامه پیدا کنید که نشان دهد این ساحه خطرناک است؟ بیایید نگاه کنیم. تعمیرات تخریب شده، علف های هرزه، پیاده‌روهای استفاده نشده، موترهای سوخته شده، شیشه های شکسته و توته های خشت. آیا می ترسید؟ علی، صمد و نادیا ترسیده بودند. ریش‌سفیدان به فامیل آنها گفتند که مردم از استادان آگاهی از خطرات ماین و مواد منفجره کمک خواستند و آنها از قریه دیدن نمودند. آگاهی از خطرات ماین و مواد منفجره به معنای آموزش مهار خطر مواد منفجره است. اطفال و بزرگسالان علاقمند به رفتن به صنف درسی بودند. این صنف درسی درباره دو موضوع بود: مسئولیت در قریه و اینکه اگر مواد منفجره یا ناآشنا را یابند چی کار کنند. فردا صبح اطفال به مکتب رفتند. یک استاد آگاهی از خطرات ماین و مواد منفجره از صنف نادیه دیدن نمود. وی به دختران صنف درباره خطرات ماین ها و مواد منفجره باقی مانده از جنگ توضیح داد و سه پیام برای مسئولیت آنها بیان کرد. این پیام ها عبارتند از: یک، بیایید وجود ماین ها مواد منفجره باقی مانده از جنگ را به بزرگانمان و یا شماره تلفن مشخص ماینپاکی خبر دهیم. 2. اماکن امن را برای بازی و رفت آمد انتخاب کنید. 3. اگر دور از ماین‌ها و مواد منفجر ناشده باقی مانده از جنگ باشید، سالم و مسئول خواهید بود. این استاد گفت زندگی و مسئولیت نسبت به کارهای خانه و بازی مهمتر می باشند. علی و صمد نیز یک صنف آموزشی درباره مسئولیت داشتند. صمد بسیار دقیق با گپای استاد گوش می کرد. او یاد گرفت اطفالی که سایرین را در جای امن نگه می دارند قهرمان هستند. استاد می گفت بچه های شجاع رفتار مسئول دارند، اما علی می خواست برود و بازی کند. فکر می کنید علی باید چی کار می کرد؟ وقت اطفال به خانه آمدند، با والدینشان درباره درس‌هایی که یاد گرفته بودند صحبت می‌کردند. صمد به فامیلش درباره خطرناک بودن مواد منفجره باقی مانده از جنگ گفت. نادیا سه پیام اصلی را با فامیلش شریک کرد، اما علی هیچ چیز به یاد نیاورد. شما چی به یاد می‌آورید؟ درست است. 1. بیایید وجود ماین‌ها مواد منفجره باقی مانده از جنگ را به بزرگانمان و یا شماره تلفن مشخص ماینپاکی خبر دهیم. 2. اماکن امن را برای بازی و رفت آمد انتخاب کنید. 3. اگر دور از ماین‌ها و مواد منفجره باقی مانده از جنگ باشید، سالم و مسئول خواهید بود. در رخصتی آخر هفته، صمد و علی در میدان بازی کرکت دوستانشان را دیدند. با تصویر نگاه کنید. فکر میکنید آیا اینجا مکان امن برای بازی است؟ صمد چنین فکر نمیکرد، اما تمام دوستانش میگفتند
آنجا جای مناسب است. یک ضربه محکم و توپ از بالای موتر گذشت و به طرف خانه ها رفت. علی دوید که توپ را بگیرد. بیایید همه با هم چیخ بزنیم. استاد باش. اما علی نشنید. یک مرمی هاون منفجر شد. علی شدیداً صدمه دید. صمد بسیار ترسیده بود. اما به یاد آورد که بچه های شجاع بزرگ سالان را خبر می کنند. او دوید تا یک ریش سفید را پیدا کرده به شماره مخصوص تماس بگیرند. دوستانش نیز مانند قهرمانان رفتار کردند. اطفال را از محل انفجار دور نگه داشتند. همگی با صدای بلند چیخ می زدند. علی کمک در راه است. پدر علی صدای انفجار را شنیده بود و به طرف اطفال می دوید. او فوراً به شماره مخصوص مایندپاکی یعنی 070-860-6060 تماس گرفت. تیم‌های مایندپاکی ساحه را برای امبولانس و گرفتن علی پاکسازی نمودند. بیایید شماره را با یکدیگر بخوانیم. 070-860-6060. علی برای مدت طولانی در شفاخانه بستر ماند، زیرا به دلیل انفجار یک دست و چشمش را از دست داده بود. علی رویاهای ناگواری در خواب می دید. آرزو می کرد کاش با گپهای استاد آگاهی از خطرات ماین و مواد منفجره در مکتب و با خواهر و برادرانش گوش می داد. او بسیار غمگین و ترسان بود. علی افتخار می کرد که چنین خواهران و برادران شجاع و یک فامیل حمایت کننده و پر افتخار داشت. علی خوشحال بود که هنوز زنده است، اما برگشتن به مکتب برایش مشکل بود. می توانید بگویید چرا؟ بله، او فقط یک چشم داشت و دیدن برایش سخت شده بود. معلم و همصنفیایش او را درک می کردند. آنها با او یک چوکی در قطار اول صنف پیشنهاد کردند. علی خوشحال بود که دوستانش از او حمایت می کنند. ما می دانیم چقدر علی بازی کردن را دوست دارد. آیا فکر می کنید بازی کردن با یک دست در میدان کرکت آسان است؟ خیر، صمد و دوستانش بسیار هوشیار هستند. آنها بازی را تغییر دادند تا علی بتواند با آنها بازی کند. آیا آنها قهرمان نیستند؟ آنها سایر بازی ها مانند فوتبال را نیز با یک دیگر بازی کردند. علی بسیار خوشحال بود. او خوب فوتبال بازی می کرد. یک سال بعد، نادیا و دوستش به مواد سوخت آتش نگاه می کردند. آن روز آنها یک مواد منفجره دیدند. دخترها فوراً به خانه رفتند و به پدر نادیا اطلاع دادند. پدر نادیا بسیار افتخار می کرد که دخترش این پیام را به خاطر داشت. زندگی و مسئولیت نسبت به کارهای خانه و بازی مهمتر می باشند. وی فوراً به شماره مخصوص تماس گرفت. آیا شماره را به یاد دارید؟ بیایید شماره را با یکدیگر بخوانیم. 070-860-6060. تیم‌های مایندپاکی به قریه آمدند. آنها بسیار افتخار می‌کردند که نادیا و دوستش شجاعت به خرج دادند و سایر اطفال را از ساحه دور کردند. آنها به آن دو دختر گفتند که بسیار هوشیار هستند و فکر نکردند که به خاطر انفجار صدمه نمی‌بینند. بعد از یک مدت، تیم‌های مایندپاکی قریه را از وجود هر نوع سلاح و مواد انفجاری پاکسازی کردند. حالا همه اطفال می‌توانند مسئولانه و با خوشحالی بازی کنند.